دفاعیه ابوالفضل قدیانی یکی از خبرسازترین اخبار هفته گذشته بود. ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در لایحه دفاعیه خود تأکید کرده است یکی از اهداف انقلاب اسلامی این بود که مردم دیگر گرفتار حکومت دائمی یک فرد یا یک گروه نباشند، چرا که حکومت دائم زمینه ساز دیکتاتوری و استبداد است. در حکومت دائم تمام فکر و ذکر حاکم حفظ حکومت و هراس مداوم از سقوط است که این هراس دائم زمینه ساز سرکوب می شود. حکومت دائم دیگران را در کمین جایگاه خود می بیند و در این توهم هر انتقاد و اعتراضی را خفه می کند. وی در بخش دیگر از دفاعیه خود آورده است صادر کنندگان کیفرخواست علیه بنده و امثال بنده این صداقت را ندارند که از آن کنند مرا مخالف نظام مطلوب خود یافتند، نه نظام جمهوری اسلامی. حال میخواهد نظام مطلوب ایشان چیزی باشد که به زعم آنها نظام ولایی نام میگیرد، یا حکومت مهدوی یا حکومت اسلامی. سالهاست که در تریبون‌ها و محافل رسمی و نیمه رسمی جناح حاکم گاه به تلویح و گاه حتی به تصریح نظام جمهوری اسلامی قلب نام و ماهیت می شود، رأی مردم تزیینی شمرده می شود و در برابر همگان از نظام جمهوری اسلامی با چنین عناوینی یاد می شود. اما عجب این که دستگاه عریض و طویل قضایی و امنیتی از این تبلیغ آشکار علیه نظام جمهوری اسلامی همیشه گذشته است و در حال حاضر نیز می گذارد. در همین رابطه تماس تلفنی داریم با سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار که از پاریس با ما همراه هستند. این نظام مطلوب که آقای قدیانی اشاره میکنن که کودتاچیان دنبالش هستن دقیقا چی هست؟ ببینید، به طور کلی وقتی که اتهام اصلی نیروهای اصلاح طلب براندازی نظام و تقابل با نظام و مخالفت با نظام عنوان شد، بسیاری این را یه خلط بحث میدونستن که اصلا مفهوم نظام چیست؟ آیا نظام یعنی اشخاصی که حالا به درست یا به نادرست در بالای حکومت قرار گرفتن، مفهوم نظام یعنی این، یا مخالفت با نظام یعنی مخالفت با مجموعه عملکردهای غلط؟ اینها همش مفاهیمی بود که به درستی شکافته نشد. منظور آقای قدیانی هم دقیقا همین بود که نیروهای اصلاح طلبی که در فرایند جنبش اعتراضی اعتراض خودشون رو بر روش‌های قانونی و مسالمت آمیز منصه ظهور گذاشتن، هیچ کدوم با اصل نظام جمهوری اسلامی به مثابه قانون اساسی جمهوری اسلامی و نهاد جمهوری اسلامی به صورت مبنایی مخالفت نداشتن و طبعا مخالفت اونها با رفتار حاکمیت بود، رفتار خلاف قانون و رفتار قانون شکنانه و خشن و غیر حقوقی و غیر انسانی حاکمان بود که طبعا در تعارض با اهداف اولیه انقلاب اسلامی و اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی هم بود. پس طبعا اون کسی که مخالف نظام بود، اون کسی که مخالف انقلاب اسلامی بود، اون کسی که بر ضد مصالح نظام جمهوری اسلامی عمل کرد، نه اصلاح طلبانی بود که اعتراض قانونی و مدنی داشتن، بلکه رفتارهای خشن و برخورد سرکوبگرانه حاکمیت هم از رئیس جمهور و مقامات قضایی امنیتی بود که بی تردید البته با حمایت مقام رهبری هم مواجه بود. پس طبعا اینجا باید نظام تعریف جدیدی بشه ازش و تعریف حقیقی و درستی که میشه از این کرد، همون چیزی که آقای قدیانی به درستی ارائه دادن، این که نظام در واقع یعنی قانون اساسی، نظام یعنی مفهوم حکومت جمعی، یعنی رعایت حقوق بشر، یعنی رعایت حق اکثریت، احترام به آنچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مندرج و موجود است و رفتار حاکمیت، رئیس جمهور، دستگاه قضایی، دستگاه اطلاعاتی، مقامات امنیتی، سپاه درست برخلاف این بوده. و طبعا میشه گفتش که اصلاح طلبان هرگز برخلاف نظام و برخلاف انقلاب و مصالح ملی کشور عمل نکردن، بلکه حاکمان با رفتار نادرست خودشون برخلاف نظام و برخلاف انقلاب اسلامی عمل کردن و طبعا حکومت رو به نوعی به گروگان گرفتن و به اشغال خودشون درآوردن و با سفسطه ها و مغالطه ها تلاش میکنن منتقدین رفتار نادرست حاکمان رو به عنوان مخالفین و براندازان نظام جا بدنن تا بتونن اونها رو با اشد مجازات محبوس کنن و اونها رو خفه کنن و اونها رو منکوب کنن و اجازه ندن که از حقوق قانونشون برای فعالیت آزاد سیاسی در جامعه برخوردار بشن.
ایشون به حکومت فردی اشاره کردن. در ظاهر امر خب الان جمهوری اسلامی حکومت فردی وجود نداره، دولت داره، قوه قضاییه داره و نهادهای مختلف. ایشون به حکومت فردی اشاره کردن و ممکنه برای بعضی این شبهه وجود بیاد خب که این حکومت فردی وجود نداره. مقصود ایشون از حکومت فردی که مطرح کردن دقیقاً چی هست؟ ببینید، حکومت فردی یعنی اینکه یک فرد تصمیم بگیره به جای جمع خواست اکثریت در جامعه نادیده گرفته بشه، حقوق ملت به عنوان بخش مهمی از قانون اساسی جمهوری اسلامی نادیده گرفته بشه و یک فرد اراده بکنه با یک گروه محدودی به نام شورای نگهبان که منصوب اون فرد هست و یک بخش‌های محدودی از دستگاه‌های قضایی و امنیتی خواست و اراده یک اکثریتی در یک انتخاباتی نادیده گرفته بشه و به اعتراضات قانونی و به حق و مسالمت آمیز اونها هم توجه نشه و هر کسی هم که اعتراض قانونی داشت با اون به اشد مجازات برخورد صورت بگیره و همه در برابر یک اعتراض قانونی پاسخشون مشت آهنین حکومت باشه. این میشه یک نظام فردی و این نظامی که نه در دین ما، نه در قانون اساسی ما، نه در فرهنگ ملی ما چنین نحوه و چنین برخوردی در واقع وجود نداشته و این یه چیز جدیدی است که ما در این سالها با اون مواجه هستیم و اصلاح طلبان طبعا با این مفهوم، با این فرهنگ، با این اندیشه ذهنی به صورت مبنایی مخالف هستند و بازگشت به قانون اساسی، بازگشت به مفاهیم اولیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی خواست و در واقع مطالبه اصلی اونهاست و اعتراض آقای قدیانی و دیگر اصلاح طلبان هم دقیقا همین هسته که باید بر اساس عقل جمعی عمل کرد، بر اساس مطالبه اکثریت جامعه عمل کرد و از روش‌های خشن، غیر قانونی و روش‌های امنیتی برای بستن فضای جامعه، بستن دهان‌ها، شکستن قلم‌ها خودداری کرد. اینها مؤلفه‌های یک نظام فردی و یک نظام دیکتاتوری است که متأسفانه جامعه ما علی‌رغم هزینه‌های زیادی که ما برای انقلاب اسلامی و جنگ و سازندگی و اصلاحات دادیم، متأسفانه با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در 4 سال اولش و در این 1 سال و نیم اخیر با اون مواجه هستیم. متأسفانه به سمت یک نظام فردی داره پیش میره نظام جمهوری اسلامی که باعث نگرانی و دغدغه دلسوزان واقعی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است با اون تعریفی که عرض کردم. با این تفاصیل در اصل آقای قدیانی شخص آیت الله خامنه ای رو نشونه رفتن در صحبت و دفاعیشون. اگر درست میگم و همینطوره، با توجه به اینکه مقصودشون از حکومت فردی و دیکتاتوری الان حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی، حکم دادگاهشون فکر میکنه چطور باشه با اینکه مستقیم و غیر، یعنی یه جورایی در لفافه اشاره کردن با آیت الله خامنه ای؟ به هر حال حکم ایشون که 1 سال و نیم بوده و با یک مبلغ جریمه نقدی که چندان حکم سنگینی، البته با توجه به احکام دیگه‌ای که دستگاه قضایی صادر کرده خب حکم سنگینی نیست، اما با توجه به آنچه که ایشون گفته و کرده حکمی است بسیار ناعادلانه و غیر حقوقی و غیر قضایی. اما به هر حال اینکه حالا منظور ایشون چی بوده به طور مشخص، ولی خب این رو همه افکار عمومی، همه افرادی که در طول این مدت فعالیت می‌کردن و با اخبار و با رویدادها در تماس نزدیک بودن خوب می‌دونن که به هر حال منشأ قضیه اگر حمایت رهبری نبود، اگر که تعجیل ایشون برای به رسمیت شناختن این نتایج نادرست و شبه انگیز نبود و مجموعه سخنرانی‌هایی که سلسله‌وار ایشون کردن نبود، شاید ما امروز در اینجا قرار نمی داشتیم، شاید این فجایع و این خشونت ها در این ابعاد گسترده صورت نمی گرفت و به نظر می رسه که آگاهان و افراد مستقل سیاسی، افرادی که با دید و تدبیر مسائل رو دنبال می کنن، به هر حال یکی از مقصرین اصلی این بحران رو شخص مقام رهبری می دونن. حالا اینکه اصلاح طلبان با شفافیت و صراحت در مواردی البته و یا شاید نه در همه موارد به این منشأ کجروی در نظام جمهوری اسلامی اشاره کردن یا نه، این رو باید بیشتر بهش دقت کرد و منتظر زمان بود. اما به هر حال اونهایی که مسائل رو دقیق تر دنبال میکنن نمیتونن از کنار این منشأ اصلی کجروی و انحراف در نظام جمهوری اسلامی به سادگی رد بشن.